میکنم علی حسین قاضی زاده از لندن با ماست. آقای قاضی زاده خیلی خوش آمدید. علی خامنه‌ای برای دومین بار در هفته جاری از سران سه قوه انتقاد کرده. دلیل این انتقادات و این اظهارات رو چه میدونید؟ بله، اول اینکه دیکتاتورها گمان میکنند که وقتی که قدرت رو یک دست کردند نیروها منسجم میشن، در صورتی که نیروهایی که با فساد فراوان و رانت به قدرت رسیدند و همیشه سمتهای خودشون رو در خطر میبینند و برای حفظ اون سمتها به همین گونه به جان همدیگر میافتند. نکته دوم این که بحثی که علی خامنه‌ای مطرح میکنه برای عدم هماهنگی سران سه قوه یک مسئول داره و اون هم شخص خودش هست. در چند سال گذشته نهادی ساخته شده به نام شورای عالی هماهنگی احضای سران قوه. این نهاد رو علی خامنه‌ای ساخته. معنای ساختن چنین نهادی یعنی پاره کردن و بدور انداختن قانون اساسی. شما یک نهادی رو میسازی و وظایف نهادهای قانونی کشور رو ازشون میگیری و به اونها میدی. مثلا همون جوری که خودش گفته، بحث اصلاح ساختار بودجه رو شما از مجلس میگیری و میدی به این نهاد. وقتی که نهادی میسازی که قوه قضاییه میاد تو بحث بودجه مداخله میکنه که وظیفه مجلس هست، میاد تو بحث خودرو مداخله میکنه که وظیفه دولت هست، عجش هم میشه فلسفه قانون اساسی نقض شده. یعنی نهادهایی که الان باید از هم منفک بودن و وظایف مجزا میداشتن الان در هم مداخله میکنن و در واقع وظایفش رو تداخل پیدا کرده و این مسئول این امر شخص خود علی خامنه ای هست. اون هست که این تصمیم رو گرفته. که چرا این تصمیم گرفته حالا خودش به پاسخ بده، ولی اینکه این گناه رو به گردن دیگران میاندازه و از دیگران انتقاد میکنه در راستای همون عادت همیشگی این شخص است که مسئولیت تصمیماتش رو هیچ وقت و هیچ وقت به عهده نمیگیره. و در بخش از صحبتاش علی خامنه ای از رأفت بین مردم گفته، از مهربانی گفته، تأکید کرده که مردم با عقاید مختلف باید کنار همدیگه زندگی بکنن. این رو چقدر در تناقض با عملکرد جمهوری اسلامی میدونید در 44 سال گذشته؟ این هم یک مثال دیگری هست بر اینکه علی خامنه ای هیچ وقت مسئول تصمیمات خودش رو قبول نمیکنه. الان نهادهای تحت امر علی خامنه ای برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری نهاد ساختن، کارگروه ساختن، بخشنامه و آیین‌نامه صادر کردن، میلیاردها پول وسط گذاشتن برای اینکه چگونه مخالفان حجاب اجباری سرکوب بکنن. مخالفان حجاب اجباری همون سلیقه متفاوتی هست که علی خامنه‌ای در واقع تقاضای رأفت میکنه. همین دو هفته پیش علی خامنه‌ای سخنرانی کرده و دقیقاً اعلام کرده که بی‌حجابی حرام سیاسی و شرعیه، چیزی که تا همین دیروز میگفتن که در واقع یک حکم شرعی رو به یک پروژه سیاسی هم حتی تبدیل کرده و تقاضا کرده که برخورد بشه، جلوش ایستادگی بشه. چگونه حکومتی که در تمام 44 سال گذشته هر صدای مخالف رو خفه کرده، هر سلیقه مخالف رو در واقع با سرکوب کرده، در خیابان‌ها همین مخالفان همین سلیقه متفاوت رو کشتن، به زندان انداختن، شغلشون رو ازشون گرفتن. یعنی هر تلاشی که حکومت برای تثبیت ایدئولوژی خودش لازم میدونسته به دستور علی خامنه‌ای انجام دادن و علی خامنه‌ای به کنار میشینه و انگار که نه انگار که مسئول اصلی همه این تصمیمات شخص خودش هست، انگار نه انگار که اینها از او فرمان میگیرن و میشینه و میگه که مردم باید با هم کار بکنن. علی خامنه‌ای مثال کلاسیک یک رهبر ضعیف و بزدل هست که شهامت این رو نداره در انظار عمومی بیاد با گردنی افراشته بگه که این تصمیماتی که داره اتخاذ میشه من مسئولش منم، این خواسته من هست، اگر خوب هست من تصمیم گرفتم، اگر هم بد هست من اشتباه کردم. نه، همیشه قسمت خوب ماجرا که در جمهوری اسلامی الحمدلله وجود هم نداره مال علی خامنه‌ای هست و هر اتفاق بدی که میفته شما ریشه هر مشکل رو پیدا میکنی به یک سخن علی خامنه‌ای یا یک تصمیم علی خامنه‌ای برمیگرده، در واقع مسئولش قبول نمیکنه و گردن اینو میندازه. علی حسین قاضی زاده همکارم از لندن، متشکرم از حضورتون.